نماینده اتحادیه اروپا و سفرای فرانسه و امریکا و انگلیس در حرف گفتند از مذاکرات وین و دیپلماسی استقبال می‌کنند و نسبت به فعالیت‌های موشکی ایران، نقض 2231، فعالیت منطقه‌ای و گام‌های جدید هسته‌ای ایران نگرانند. لندن در این میان ادبیات تندتری داشت و حتی گفت اگر به زودی برجام فرو بپاشد مقصر ایران است. در آستانه اجلاس شورای امنیت در مورد ایران و برجام، خامنه‌ای همچنان در سکوت است و کارگزارانش در باتلاق سردرگمی دست و پا می‌زنند. مطرح میشه که یک سردرگمی در تیم مذاکره کننده در هر دو طرف وجود داره آقای دکتر. یک کارشناس حکومتی ضمن تایید بنبست و سردرگمی در برجام گفت: ما در داخل هنوز یک استراتژی مشخص و مدونی نداریم و معلوم نیست که هیئت مذاکره کننده باید دنبال چی بگردد. ما میدانیم که چه نمیخواهیم، اما نمیدانیم که چه میخواهیم و این خیلی کار را برای ما مشکل کرده است. طرف مقابل در این مسیر اراده جدی از خودش نشون بده، قطعا توافق دست یافتنی خواهد. در حالی که جامعه جهانی خواستار توقف غنی‌سازی بالای 3.67 رژیم است، نماینده خامنه ای با فرار به جلو میگوید: ما هیچ پیشنهاد و ابتکاری از طرف مقابلمون تا کنون دریافت نکردیم. راستی هزینه جاه طلبی اتمی و جنگ افروزی خامنه ای از کجا تامین می شود؟ از ایشون بپرسید من 47 سالم، ماشین ندارم، مغازه ندارم، ازدواج نکردم، سرمایه ندارم، اجاره نشینم، با انرژی هسته‌ای مشکل من حل میشه؟ سوال اینه، اگر انرژی هسته‌ای نداشته باشید که دنیا به سمت این دارن میرن، مشکل حل میشد؟ یعنی الان ما اگه برق نداشتیم مشکلشون حل شده بود؟ که آخه چقدر باید ادامه بده و چقدر باید مقاومت کنه و چقدر باید تحمل کنه؟ چون مقاومت اصلی رو واقعیت اینه که هیچ کنون از مسئولان که نمی کنن. بله. مردمی می کنن که زندگیشون به سرعت تحت تأثیر قرار می گیره. خامنه ای برای بقای نظام فاسدش نمی خواهد دست از اتمی و موشکی بردارد، اما پاسخ نهایی توسط مردم و در کف خیابان داده خواهد شد. بی شرف! بی شرف! بی شرف! بی شرف! بی شرف!